سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشسته اید. سلام به شما کارگران عزیز ایرانی، به شما معلمان بزرگوار ایران زمین، سلام به همه کسانی که در سازندگی ایران نقشی اساسی داشته و دارند. چون پنج شنبه های اخیر در نیمه نخست این شماره تفسیر خبر همراه با آقای منصور اوسانلو، عضو سندیکای کارگری، فعال کارگری سندیکایی با شما خواهیم بود، بررسی خواهیم کرد آخرین خبرها در عرصه مربوط به کارگران ایران را. دو عضو شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در پی اعتراض گسترده اعضای این شرکت، کارگران این شرکت از بازداشت آزاد شدند. آن سوتر آقای رضا شهابی، عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به بیمارستان اعزام شد. آقای شهابی در اثر شکنجه های مستمر دچار مشکلات بدنی، مشکلات تندرستی شده است. برای آقای شهابی آرزوی تندرستی داریم. همزمان آقای شهابی در این حال اخیراً برنده جایزه بین المللی رها شده است. در واقع این جایزه بین المللی حقوق بشر به پاس زحمات آقای شهابی و دیگر کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به ایشان اهدا شده است. آن سوتر فعالیت‌های انجمن صنفی معلمان ایران را پی می‌گیریم. بسیاری از معلمان ایران در زندان جمهوری فقیه به سر می‌برند، از جمله آقای رسول بداغی که از نظر سلامتی با بحران روبروست، و خبرهای دیگر. با من و شما هستند آقای منصور اوسانلو، این بار از طریق تلفن در سفری که به واشنگتن داشتند. در نیمه نخست برنامه با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای منصور اوسانلو گرامی، سلام به شما. سلام، روز شما بخیر. سلام به شما و بیننده های عزیز و همکاران زحمتکشتون. با سپاس. آقای اوسانلو گرامی، شما پیگیر هستید، میدونم در عرصه بین المللی در تلاش هستین برای تأمین حقوق کارگران ایران. ما در ایران هم بینندگان ما در جریان هستن از طریق اخبار که دو همکار شما بازداشت شده بودن و آزاد شدن. این نشونه چه میدونید شما؟ ارزش کار سندیکایی یا عطوفت نظام یا هر چه که هست؟ بله، دو روز قبل آقایان حسن سعیدی و مرتضی کنساری که هر دوتا از راننده های زحمتکش شرکت واحد و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد هستند و بسیار فعال هستند و از سال 84 که به سندیکا پیوستند، 1384، بسیار فعالیت داشتند در زمینه کمک به کارگرها، رشد آگاهی کارگرها و دفاع حقوقی از کارگرهای شرکت واحد و بعضی از کارگرهای دیگه که در ادارات کار در ایران به اینها مراجعه کردند. و این دوستان ما با آموزش هایی که در سندیکا دیدن و خود آموزی هایی که خودشون کردن، تونستن موارد زیادی از قوانین کار و قانون اساسی، قوانین بین المللی،
اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقابله نامه یعنی کنوانسیون ها و مصوبه های اصلی که حقوق بنیادین کارگرها رو در همه بنیاد سازمان جهانی کار مشخص کرده، با این آموزش ها درباره این موارد حقوقی و قضایی تونستن حداقل بیشتر 400 تا پرونده کارگرهای شرکت واحد و چند تکاتوک هم کارگرهای دیگر رو در وزارت کار و ادارات کار دفاع بکنن و به عنوان اعضای شاخص سندیکا کاملا شناخته شده هستند که در بدنه کارگری فعالن و بارها دستگیر شدن، اخراج شدن، زندانی شدن، ادارات حراست اینها رو احضار کرده، تهدید کرده، ولی کماکان در راه مبارزه کارگری و دفاع از حقوق سندیکایی و صنفی کارگرا و همچنین کمک برای ایجاد تشکیل سندیکا و گسترش سندیکا، با اینکه سندیکا رو مورد حمله قرار دادن و ماها رو به زندان و شکنجه بردن و دفتر سندیکا رو تعطیل کردن، ولی امثال حسن سعیدی، من مرتضی کمساری، وحید فریدونی، داوود رضوی ها، ابراهیم مددی ها و خانم نسرین شیری، ناصر محرمزاده که همه اینا الان در وضعیت، بجز داوود رضوی که بازنشسته شد، بقیه در وضعیت یا اخراج یا تحت فشار و پرونده هاشون در ادارات کار و دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است، هنوز هم فعال هستند و دست از مبارزه بر نداشتن. دو روز قبل قرار بودش در شرکت واحد به زور کارفرما و اداره کار استان کار تهران یک انتخابات دروغین شوراهای اسلامی رو دوباره راه بیاندازن که این عزیزان ما مقاومت کردن و اجازه ندادن و گفتگو کردن با همکارانی که اونجا بودن که ببینن این به اصطلاح شوراهای اسلامی غیرقانونی هستن و کارگران شرکت واحد با امضاهایی که بارها جمع کردن دادن به ادارات کار، با اینکه این امضا کردن براشون هزینه زیادی هم داشته، چند هزار کارگری که این امضا رو کردن، برخیشون اخراج کردن، برخی رو تبعید کردن از مناطقی که کار میکردن به مناطق دورتر از خونهشون فرستادن یا حقوقشون رو کم کردن، اضافه کاری بهشون نمیدن، با همه اینها این مقاومت کارگرها باعث شد که پریروز مدیریت شرکت واحد و حراستش به زور و تهدید و ایجاد روب و وحشت که به اصطلاح کارگرها رو گفته بودن مورد تعرض قرار خواهند داد اگر نیان و به زور این رأی رو ندن اینجا به این شورای اسلامی، اونها رو مثلا اخراج کنن و یا اذیت و آزارهای دیگه بهشون بدن، که وجود حسن سعیدی و مرتضی کمساری در جلوی منطقه 5 شرکت واحد باعث شد که این آقایون فکر کنن به خاطر اینکه اینها اونجا هستن اینا موفق نمیشن این شورای اسلامی و به اصطلاح انتخابات دروغین براش بذارن و کارفرما هر کسی رو دلش میخواد به عنوان نماینده کارگر جا بزنه. یعنی این بفرمایید. نه این شورای اسلامی رو که میفرمایید، یعنی این شوراها رو در برابر سندیکای کارگران علم کردن، در واقع به این شکله. از اول همینطور بود، یعنی همون سال 1358-59 که سندیکاها و شورای اسلامی کارگری واقعی ما در ایران داشتیم که بسیار نقش برجسته در تمام اتفاقات که میافتاد میتونستن داشته باشن و حتی در زمان اعتصابات مربوط به انقلاب نقش اصلی داشتن. اون شوراهای بزرگ سراسری شرکت نفت، سندیکای کارگران قدیمی شرکت نفت، حکومت از اولین روزی که اومد و آقای بنی‌صدر شد رئیس جمهور با طرح شورا بی شورا حمله کردن به شوراهای کارگری و سندیکای کارگری و از اون موقع این حمله کماکان ادامه داشت و بعد شورای اسلامی رو خواستن جایگزین سندیکاهای واقعی کارگری بکنن. این حمله هم که الان جدیدن شده و علم کردن این شورای اسلامی، با اینکه خود حکومت سندیکا رو ظاهرا به رسمیت نمیشناسه، ولی چون سندیکا حمایت بین‌المللی ITF، یعنی موقعی که من رفتم به کنگره‌های کارگری با پشتیبانی خود دبیرکل ITF، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در لندن، و استقامت کارگرهای شرکت واحد در دفاع از حقوق سندیکایشون، سندیکای شرکت واحد به عضویت ITF در اومد. در نتیجه
خب موقعی که حمله بکنن به سندیکا شرکت واحد و کماکان هم که میکنن و اعضای اخراجی ما داریم و اعضای زندانی مثل رضا شهابی از سندیکا داریم، ولی مثل جاهای دیگه نیست که بتونن به صدا ضربه به کارگر رو بزنن و هیچ پاسخی دریافت نکنن. کما اینکه کوچکترین حرکتی که بر علیه کارگران میکنن، چون سندیکا تونسته عضو یک تشکیلات جهانی باشه و شناخته بشه، فشارهای بین‌المللی هم به حکومت میاد. خوب. به هر حال این علم کردن شورای اسلامی دقیقا برای همین است که تاثیر سندیکا رو در بدنه کارگران کمتر کنن، که ما متاسفانه یعنی خوشبختانه طرف ما نتونستن و با دستگیر کردن آقای حسن سعیدی و مرتضی کمساری که اونا رو نیروی انتظامی مدیریت شکر و زنگ زد اومدن گرفتن جلوی منطقه 5 در جنوب غربی تهران و شب بردنشون به پاسگاه، که با اعتراض گسترده و خیلی پرسر و صدای راننده ها و کارگرا روبرو شد و اونا حتی دست جمعی به صورت اعلام کردن، داد زدن و نه تنها تحریم کردن این شورای اسلامی رو، بلکه خواهان آزادی این همکاران شدن که این همکاران ما رو بالاخره دیروز مجبور شدن آزاد کنن. یعنی این نقش سندیکا رو میرسونه، نقش همبستگی کارگران رو میرسونه که اگر مطالباتی دارن و خواستایی دارن، یعنی اینچنین هم نیست که حکومت هر کار ظالمانه‌ای بخواد بکنه میتونه انجام بده. نه، درود بر شما، درست‌ترین نتیجه گیری رو کردید. یعنی هر جایی که کارگرا وایسن و از همدیگه پشتیبانی، نه کارگرا، کارمندا، معلما، مردم کلا و بیستن، این حکومت با همه ظاهرش که خودشو قدرتمند نشون میده هیچ قدرتمند نیست و در برابر حرکت متشکل و سازمان یافته عقب نشینی میکنه، که خوشبختانه با آزاد کردن حسن سعیدی و مرتضی کمساری کارگران شرکت واحد یک موفقیت جدید کسب کردن و امیدوارم که این موفقیت جدید اونها رو به همبستگی بیشتر و حضور تعداد بیشتری از کارگرا در سندیکا، در جلسات و کمک به بازگشایی دفتر سندیکا و برگزاری مجمع عمومی دوم سندیکا تا هیئت مدیره جدید از همین کارگرای جوانتر، دانا، باسواد و مقاوم مثل حسن سعیدی، وحید فریدونی، آقای کمساری، ناصر محرمزاده ها، خانم شیری و دیگر همکارای ما که مبارزه میکنن در بدنه کارگری شرکت واحد بیانجامه و با رسمی شدن مجمع عمومی دوم سندیکا شرکت واحد پیشگام رسمی شدن همه سندیکاها و تشکلهای واقعی کارگری در ایران بتونه بشه. مبارزه سختیه، ولی من همیشه با این امید این مبارزه رو ادامه دادم در کنار همکارم و الان هم این مبارزه با این اطلاع رسانی ها امیدواریم که دامنه بیشتری بگیره و به این موفقیت ها ما دست پیدا بکنیم. خوبه، این برای بینندگان ما بسیار روشن هست، یک حساب سرانگشتی یا یک توجه دقیق نشون میده که الان اگه پایتخت های مهم جهان، سندیکای مهم بین المللی، حتی دولت های بزرگ، پایتخت های مثل واشنگتن، پاریس، لندن، جاهایی به سخنان و حرف آقای اوسانلو، منصور اوسانلو گوش میدن، مسئول سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نتیجه همین تلاش ها بوده. یعنی اینکه توجه میکنن که در ایران چه میگذره در مورد کارگران ایران، نتیجه همین همبستگی ها، همین تلاش ها بوده که درها باز میشه برای شنیدن حرف حق کارگران ایرانی. این برداشت نزدیک به واقعیت بنده است. آقای اوسانلوی عزیز، به طور خلاصه میتونیم بفرمایید که کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مجموعه چند نفر هستن و کارگران چند نفر در از این مجموعه؟ الان حدودا 13,000 نفر پرسنل رسمی شرکت واحد است که حدود 2,000 نفرش بسیار میشه کارمندی هستند، دو تو دفاتر و بخشای مربوط به کارهای دفتری و فکری و الباقی کارگر رسمی راننده و مکانیک و خدماتی. حدود 5,000 هم بیشتر، حالا این تو که من یک سال آمار اضافه شده دوستان دارم، شاید بین 5,000 تا 7,000 نفر ما راننده بخش خصوصی شرکت واحد داریم. یکی از توطئه‌هایی که مدیران شرکت واحد کردن
این بود موقعی دیدن سندیکا اون زمان سال 1384 تا 1300 و تقریبا 90 با اینکه زندانی شدیم، دستگیری داشتیم، بلاها رو کشیدیم، ولی در بدنه شرکت باید رشد سندیکا زیاد بود. از همون سال 1385 شمسی اینها شروع کردن به خصوصی سازی در شرکت واحد و بازنشسته کردن و بازخرید کردن راننده ها و کارگرای قدیمی و خصوصی کردن شرکت واحد و دادن اتوبوس ها به شرکت هایی که خود مدیرای بازنشسته و پاسدارها و نیروی انتظامی چی های قدیمی که رفته بودن شرکت های سوری تشکیل دادن اینا در شهرداری و وزارت کشور و اومدن که بیان به عنوان شرکت های بخش خصوصی کنترل حمل و نقل تهران رو به عهده بگیرن، که متاسفانه با اینکه همون سال 84 مقاله من نوشتم در سایت سندیکا منتشر شد به عنوان خودمانی سازی یا خصوصی سازی که توضیح دادیم این اصلا خصوصی سازی هم حتی نیست، چون اتوبوس ها رو به راننده ها واگذار نکردن با اینکه پول ازشون گرفتن، با اینکه به نام راننده ها پول گرفتن، ولی اتوبوس ها کماکان به نام خود شرکت واحد و این شرکت های خصوصی کارفرما هاست که خود بازنشسته های یعنی مدیران بازنشسته شرکت واحد و برخی از پاسدارها و سرهنگ به بالاهای نیروی انتظامی که بازنشست شدن در هیئت مدیره های این شرکت های سوری هم که با همدستی وزارت کشور و شهرداری بودجه های میلیاردی که طرف سازمان محیط زیست برای اصلاح حمل و نقل به اصطلاح تهران از سوی نهادهای بین المللی گرفته بودن رو گرفتن، ولی خصوصی سازی هم نکردن، فقط ظاهرن اومدن اسناد این اتوبوس ها رو به نام راننده هایی که گرفتن و این راننده ها رو ازشون به شکل راننده دارن استفاده میکنن، ولی مدعی شدن که این اتوبوس ها رو به راننده ها دادن که ندادن و الان این راننده بخش خصوصی در کنار اون 13,000 پرسنل واقعی و رسمی شرکت واحد حدود 20,000 نفر در این بخش حمل و نقل مسافر کشی شرکت واحد دارن کار میکنن. حالا مسئله اینه آقای اصندود، سوال من این هستش، ببینید بینندگان عزیزمون، هوای آلوده تهران که خودش بیماریزاست، من یه دوره تقریبا دو سه ساله رو واقعا از خدمات شرکت واحد واقعا استفاده کردم، مثل میلیون ها شهروند دیگه زمان اوایل دانشجویی در تهران از 24 اسفند بالای کوی دانشگاه خونه ما بود نزدیک راکتور اتمی و واقعا آدم میدید از نزدیک چقدر زحمت میکشن، چقدر مشکلاتی هست و البته بعد هم در فاصله های دیگه همینطور. بین هوای آلوده بینندگان عزیز ما و هزاران مشکل گرونی همه اینها هست، کارگران زحمتکش شرکت واحد بعد دستگیر میشن به زندان میرن، اونم در زندان ولایت فقیه که بر منبر اومدن گفتن بارها و بارها به قول شهریار شاعر بزرگ خودمون که امام اول شیعیان سفارش کرد به فرزندانش که قاتل من که الان اسیر شما هست مبادا باش بدرفتاری کنید. روحانیت حاکم کنونی نون این صحبت ها رو خورده سالها. بعد اون وقت حالا اسیر که نیست که، حتی کارگر با شرکت واحد حقش رو خواسته، میبرن در زندان کتک میزنن، شکنجه میکنن. آقای منصور اوسانلو نمونه بارزش که در عرصه بین المللی به عنوان نماینده کارگران و مورد توجه قرار گرفت و حرف کارگران رو به گوش جهان داره میرسه و به جایی میرسه مثل آقای رضای شهابی، سلامتیش از دست میره و بعد خیلی دیر به بیمارستان میبرن. این رفتار چطور توجیه پذیر هست؟ آخه این با چه معیاری؟ آقای اوسانلو شما به ما بفرمایید چرا این همه کینه نسبت به کارگران؟ ببینید اصلا نظام جمهوری اسلامی، یعنی کسایی که اومدن سکان رهبریشو گرفتن، خب این آقایونی که میگن روحانی ولی از نظر من کاملا جسمانی هست و دنبال فقط منافع شخصی خودشون هستن و کار هم که نکردن هیچ وقت، نه آچار دستشون گرفتن، نه بیل زدن، نه حتی به حرفایی که زدن حرف علمی و به درد مردم بخور بوده مشکل رو حل کنه. طبیعه کسایی که کار نمی کنن با کسانی که کار می کنن مشکل دارن، کسایی که خرافات رو ترویج می کنن با کسانی که علم رو ترویج می کنن مشکل دارن، کسایی که با دانش
بعد از سرمایه‌داری و علم و تکنولوژی جهان صنعتی مخالفت دارند، مسلم است که با کارگرها مخالفت دارند، چون که اینها با اندیشه‌های قبل از دوران صنعتی شدن و علمی شدن رشد کردن. قوانین و حرفاشون مال 1400 سال پیشه. مسلمه که اگه کارگر میاد سندیکا میگه نمیتونن تحمل کنن، چون میدونن اگه از سندیکا به وجود بیاد در همه جامعه آموزش دموکراسی میده، آموزش واقعی شناخت حق و حقوق میده، و بعد این تشکیلات اگه شکل بگیره دیگه کسی نمیاد سراغ اینها ازشون بپرسه که فلان موضوع رو چه کار کنیم یا چه کار نکنیم، چون در آموزش سندیکایی که آموزش دموکراسی هست همه حق دارن حرف بزنن، همه برابر حقوقن، در درون سندیکای کارگری به اصطلاح فراگیر هست و از حقوق همه دفاع میکنن و همون شعار یکی برای همه، همه برای یکی مطرح میشه. اینجا دیگه کسی از بیرون نمیتونه بیاد و بگه آ من از طرف خدا از حق همه شما دفاع میکنم، برید تو خونه هاتون و سهم امام به من بدید، سهم سید به من بدید، خمس به من بدید، زکات به من بدید، همه چی به من بدید، 95 میلیارد دلار به من بدید. آقای خامنه ای که روی که از گفته بود، یعنی اصلی ترین مسئله این سیستم از روز اول این بود که دانشگاه و سندیکاهای کارگری و حقوق زنان رو مستقیم مورد حمله قرار داد، چون این ستا ارگانهای مدرنیزم هستن و موقعی در یک جامعه مدرنیزم روش کنه یک کسی به سر و صدای کسانی که غیر مدر و ارتجاعی و نیروهای گذشته هستن گوش نمی کنه. یعنی شما آقای اوسان بفهم جانم، یعنی شما شعبه هم که این بلاها رو سرش آورده به این خاطره، چون به حقوق خودش آگاه شده، برای آگاهی بقیه کارگر رو تلاش میکنه، آموزش سندیکایی رو دیده و حالا هم از اون آموزش های سندیکایی در زندان استفاده میکنه، حرف حقش رو میزنه، از حقوق زندانی دیگه دفاع کرده، وزیر شکنجه ها ستون مهرهاش آسیب زدن، یه بار جراحی شده به 2 سال پیش، باز الان باید جراحی بشه، چون موقع بعد جراحی باید میرفت منزلش و از آب درمانی و ماساژ های مخصوص استفاده میکرد، ستون مهره شوخی نیست که. الان که حالا فرستادنش بیمارستان بعد از این همه اعتراضات و سر و صداهای بین المللی و خود کارگرای شرکت واحد و همسال ما که اطلاع رسانی کردیم برای این همکار درمندمون، امیدواریم که این بار موقع ایشون جراحی شد برای ادامه درمان دوباره به زندان نفرستنش و بذارن بیرون از زندان بمونه و این کارهای پرستاریش هم انجام بشه تا به سلامتی برسه. و این هستش این هزینه ها رو ما کارگر رو باید بدیم تا جامعه همون مدرن بشه و روش فکری جمعگرایی، اندیشه های به اصطلاح علمی و اندیشه های دموکراتیک در جامعه ما ریشه بدونه، تا این زندان ها و ولایت فقیه و ارتجاع بساطشون از جامعه ما جمع بشه. خب آقای اوسان‌لو گرامی، خوشحالیم که جایزه بین المللی رها به آقای شهابی گرامی در اثر همین تلاش ها اهدا شد. گفتم در اول برنامه که جهان توجه میکنه به خاطر فعالیت هایی که شده، به خاطر رنج ها، درد ها و جانکاهی هایی که کارگران شرکت واحد داشتن و جهان بی تفاوت نبود در برابرش. اونطور که من از فرمایش شما برداشت کردم، شما فعالیتاتون در برگیرنده مساله و منافع همه مردم هست. وقتی صحبت دموکراسی میشه، مثلا ارتباطات صنفی با انجمن صنفی معلمان آیا هست؟ اون رو چطور ارزیابی میکنید؟ به خصوص اینکه بینندگان ما برخی شاید در جریان نباشن، گروهی از معلمان ایران که همه این معلمانی که زحمت میکشن خب نقش اساسی داشتن، هر کدوم از ما هر چی که هستیم محصول معلمانمون هستیم. بنده در اینجا هر چی اگر نقاط مثبتی دارم ناشی از داشتن معلمان خوب بوده و آنچه که منفیست خب لابد گوش ندادن با معلمان نازنین بود. عرض کنم خدمتون رسول بداغی در زندان هست، اونم وضعیتی مثل شهابی عزیز داره و بقیه. انجمن صنفی معلمان رو آیا در ارتباط هستین؟ آیا رو به گسترش هست؟ به طور کوتاه اگه بفرمایید. بسیار خوب.
اول درباره موضوع رضا شاهابی و جایزه رها از سوی انجمن حقوق بشری سودوین که قبلا هم گفتم یه چیز تکمیلی کنم که بگم این جایزه به 6 نفر فعال حقوق بشری داده شده امسال، از جمله رضا شاهابی که مرکز این تشکیلات سودوین در اتریش هستش به ریاست خانم شیرین عبادی و فعالین جهانی حقوق بشری از همه کشورهای دنیا. و این جایزه یک نوعی میخواد با مطرح کردن مبارزین در راه حقوق کارگرها و حقوق بشر کلن، چون از لحاظ تعریف بین المللی حقوق کارگران حقوق بشر است. کتابش رو هم ITF فدراسیون جهانی حمل و نقل منتشر کرد و به فارسی هم بنا به درخواست من این کتاب ترجمه و منتشر شد. و خوشبختانه توجه به رضا شهابی و دادن این جایزه شاید به نوعی کمک کرد در اینکه ایشونو بالاخره به بیمارستان بفرستن برای جراحیش. و از اینجا من میخوام بگم که طرح موضوعات کارگری از طریق سندیکاهای کارگری که تشکل‌های شناخته شده جهانی هستن میتونه تاثیر زیادی در مراجع بین‌المللی داشته باشه و حمایت مراجع بین‌المللی از مبارزات کارگران و تشکیلات شناخته شده میتونه کمک بکنه کم کردن فشار از روی بدنه مبارزان کارگری، یعنی یک چیز متقابل دو سویه هستش. بعد درباره انجمن صنفی و یا کانون صنفی معلمان و همچنین سازمان معلمان ایران و دیگر تشکل‌های معلمان، هفته گذشته مدیریت‌های این کانون‌های مستقل صنفی معلمان که بعد از سرکوب‌های سال 1385 دوباره داره شکل میگیره، تونستن با وزیر آموزش و پرورش گفتگو داشته باشن و در این گفتگوهایی که هفته گذشته داشتن دوستانی از هیئت مدیره این تشکیلات بودن خواهان آزادی معلم‌های زندانی مثل آقای رسول بوداقی، آقای داوری، عبدالله مؤمنی، ابوالفضل قنبری، محمود باقری شدن. اینا معلم‌هایی هستن که از جنبش سبز به بعد همه تو زندان هستن. همچنین درخواست کردم که از به زندان رفتن آقای بهشتی لنگرودی و آقای باغانی و علیرضای هاشمی از اعضای هیئت مدیره های کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران به اصطلاح جلوگیری بشه که این سه نفر رو هم به زندان نفرستن، چون قوه قضاییه بنا به دستور مقامات خیلی بالاتر از خودش و به سخنگویی و دادستانی این محسنی اژه‌ای که همین هفته قبل تقریبا دو هفته قبل یه اعلام اختیار بر علیه همه کارگرها و معلمان کرد که اگر به خاطر درخواست‌های صنفیتون به میدون و خیابونا بیاین و نظم و زیر پا بذارین به جرم اقدام علیه ممنوعیت ملی تسکیر میشین و به زندان میرین و مجازات میشین. و اومد معلمان، کارگرها و همه زحمتکشان ایران که الان به خاطر حقوقشون دارن مبارزه میکنن و تهدید علنی کرد به این شکل محسنی اژه‌ای دادستان انقلاب و سخنگوی قوه قضاییه. این هستش که این اعضای کانون‌های صنفی معلمان و سازمان معلمان خواهان این شدن که اون 5 معلم آزاد بشن و این 3 معلم دیگر هم به زندان نروند. برای آقای بهشتی لنگرودی و باغانی و علیرضا هاشمی 5 سال و 8 سال و 5 سال زندان تصویب کردن و حتی در به اصطلاح تجدید نظر هم این آرا رو تایید کردن. به هر حال مبارزه کماکان ادامه داره و کانون صنفی معلمان خواهان این شده که مدیرای مدارس هم از سوی خود معلمان انتخاب بشه و بودجه‌ای که به آموزش پرورش میدن متاسفانه جزو کمترین بودجه های مملکت هست در مقابل بودجه های سپاه و بسیج و ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی، و به همین دلیل سطح زندگی معلمان پایین هست، دریافتیشون پایین هست، حقوق کمی که دارن باعث شده که جاهای دیگه هم برن کار کنن، در نتیجه سطح آموزش در کشور پایین میاد. همچنین مشکل دیگه که هستش قراردادی کردن معلم ها و حق و تدریسی کردن اونهاست که باید که همه معلم ها چون کارشون دائمیه طبق قوانین استخدام کشوری و قانون کار رسمی باشن و نگرانی از امنیت شغلیشون نداشته باشن، که متاسفانه ناامنی شغلی، نداشتن بیمه های کامل و نپذیرفتن معلم ها و کانون های صنفی و سندیکای معلمان در این مبارزاتی که الان دارن به رسمی نشناختن اونها باعث شده که بخشی از مبارزه و زحمت همه کانون های صنفی هم صرف این بشه که بدنه خودشون رو تجدید سازمان کنن. در بیشتر از 50 شهر خوشبختانه معلم ها دوباره دورم جمع شدن و کانون های صنفیشون رو فعال کردن و در بدنه خودشون هم دارن به کانون صنفی مرکزی متصل میشن و
میتونیم شاهد این باشیم در آینده اگه همین روند ادامه پیدا کنه و معلم‌ها با هم اتحاد کنند و بعد بیان با سندیکای شرکت واحد، سندیکای فلزکار مکانیک، سندیکای کارگران نقاش، کارگران بنای ساختمانی، همچنین اتحادیه کارگران پروژه‌ای، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون مدافعان حقوق کارگر و دیگر تشکل‌های مستقل مثل انجمن صنفی کارگران نونوای سقز و سنندج و کمیته هماهنگی کارگران که اعضای زیادی از اونها در زندان هستند. و من امیدوارم در برنامه هفته آینده شما بتونید یک لیستی از کارگرای زندانی تشکل‌های مستقل ارائه بدین و اون تشکل‌های مستقل رو از طریق تلویزیون معرفی کنیم به کارگران و حقوق کارمندان و حقوق بگیران ایران تا بدونن در داخل ایران با اینکه زیر فشار هستن، زندانی میشن، اخراج میشن، ولی این نهادهای صنفی رو فعال نگه داشتن و به همین دلیل معرفی اونها کمک کنه که افراد بیشتری به اونها بپیوندن و خود این نهادهای کارگری مستقل هم که زیر سرکوبن به همدیگه بپیوندن و ما به طرف ایجاد یک جنبش سراسری کارگری کارمندی و فدراسیون سراسری زحمتکشان ایران حرکت بکنیم تا در کف جامعه دموکراتیک بشه جامعه ما و این نیروی متشکل بتونه به بالا فشار بیاره که هم بتونه بالا رو تغییر بده، هم بتونه حرف و حق خودش رو در سطح جامعه مطرح بکنه تا روند تغییر به شکل کم هزینه و با حضور میلیون ها کارگر تحت عنوان جنبش همبستگی کارگری و جنبش همبستگی ملی ایرانیان به وقوع بپیونده. سپاسگزار هستیم آقای منصور حسنلو گرامی، با سپاس بسیار از شما. حتما در برنامه آینده به این موضوع خواهیم پرداخت با امید به اینکه روزی نزدیک کارگران ایران صاحب حقوق خودشون باشن، از زندگی شایسته خودشون برخوردار باشن به اعتبار و به پاس زحماتی که در سازندگی ایران میکشن، همچنان که معلمان و بقیه زحمتکشان در ایران. با سپاس بسیار آقای منصور حسنلوی گرامی و آرزوی موفقیت بیشتر برای تلاش‌های شما که در جهت مصالح و منافع کارگران و در جهت مصالح و منافع ملی مردمان ایران است. متشکرم، تا دیدار دیگر، بدرود. روزگارتون خوش. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو همچنان که در پنجشنبه‌های اخیر در نیمه دوم این شماره تفسیر خبر آقای علیرضا رضایی با من و شما خواهند بود، طنز پرداز سرشناس ایرانی. نگاهی ویژه خواهیم داشت زیر ذره‌بین آقای رضایی، اخبار ویژه رو بررسی خواهیم کرد. آنچه که محسن قرائتی گفته است، هیچ کس حق کافر شدن ندارد. ازارات فیروز آبادی، جنرال فقیه در مورد اوضاع اوکراین. و در ابوظبی سفر به مریخ حرام اعلام شد. تا لحظاتی دیگر با آقای علیرضا رضایی. همونطور که در نیمه نخست، پایان نیمه نخست گفتم، آقای علیرضا رضایی طنز پرداز ارزشمند ایرانی و گرامی، ایرانی که قطعا هستن و با من و شما هستن، این بار از پاریس اگر اشتباه نکنم، نه از لیل با من و شما هستن. سلام به شما. سلام به شما و بینندگان خوبتون، در خدمتم از لیل. شما به بینندگان بعدمون سلام نمیگین دیگه، باشون زیاد میونه خوبی ندارین. علی رضای عزیز ما، خبرها زیاد هست. اول اینکه این آقای آهنگران که مثل که مدعا زمان جنگ بودی، یه حرفی زده برای من خیلی جالبه واقعا. میگه که سازمان سیا دنبال اینه که مدعایی ها رو منحرف کنه، یعنی سیر مدعایی ها رو واقعا. متاسفانه همینجوره. اون برنامه هفته گذشته هم در خدمت شما بودم، عرض شد که
مداحی اصلا منحرف شده به سمت هفتیرکشی، اینا از دست هیچ کس بر نمیاد جز سازمان سیاه. منتها من نمیدونم الان تو اوکراین انقلاب میشه میگن کار سازمان سیاس، اون بر میگن انحراف مدعیان کار سازمان سیاس، تو سیاه کار مهمتری ندارن انجام بدن واقعا؟ والا من چی بگم، ولی واسه ببینم این احتمالا همین اتفاق افتاد، نکنه این هفتیرکشی ها و مدعی از سمت مدعی رفته به طرف هفتیرکشی، همین کارهای سیاه باشه. متاسفانه چون خبری منتشر نشد که ایران از انقلاب اوکراین حمایت کرده باشه، ما بعید میدونیم ایران مداح فرستاده باشه اوکراین. عموما هر جای دنیا انقلاب میشه چند تا مداح قبلش، الان مداحای ما تو سوریه فقط و فراغونن، تو عراق فراغون، اصلا یه تریلی حامل مداح چند وقت پیش ما کشف کردیم، ما که نه، یعنی همون سیاه هم اتفاقا کشف کرد، به سمت عراق داشتن میرفتن. هر جایی که هست اوکراین تا حالا صحبتی نشده، اینا ظاهرا مشکل هم دارن با اوکراین، ولی CIA فکر میکنم اگه بیکارن نیروهای اطلاعاتیشون رو بفرستن ایران، خیلی اونجا کار دارن براشون. این مدعی های هستش به انگلیسی مدعی میکنن، شنیدین دیگه نه؟ اونا هم نمیدونم، شاید کار سیاه باشه. یه چیزی رو من بگم علی رضا، از خدا پنهان نیست، از جناب علی بیننده ها هم قریب نیستن. این من در واشنگتن، یعنی در واقع ویرجینیا که به واشنگتن نزدیک محل ما 20 دقیقه با ماشین هست، رد میشیم از یه جاده ایست به اصطلاح 123 یا هر چیزی، ادامش از این ور میشه چمبریج یا چیزهای دیگه، اسامی دیگه داره این جاده جای مختلف. مرتب هر وقت از اونجا به سمت واشنگتن میریم، هر کسی رد میشه اونجا سازمان سیاه تابلوش هم گنده زده، مرکز اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به نام پدر جورج بوش هم هست، چون خود ایشون یه زمانی مسئول اونجا. چیز پنهانی نیست، یه صداهای احتمالا ما شنیدیم، مشکوک نکن، شاید همینا باشه، تمرین مداحی در سیاه یا همچی چیزایی. حالا این بار باید دقت بیشتری کرد. شما اصلا باید به طور کلی به صداهای مشکوک دقت کرد. یک مشکلی که ما در ایران داریم اینه که مثلا در امریکا ملت با سیستم اطلاعاتیشون که مشکل دارن، به قول شما تابلو داره، محلش معلومه، ملت میدونن کجا باید دارن اعتراض کنن. ما مشکلاتی که داریم اینه که نمیدونیم کجا باید بریم، اصلا کجا اعتراض کنیم مهم نیست، از کجا باید فرار کنیم، از چی باید فرار کنیم. عمدتاً این اتفاقی که از داخل و خارج کشور هم یه مقداری منتقل شده، شاید ماها که از ایران میایم اینو با خودمون هم رو نقل میکنیم، هیچ بعید نیست که طبقه بالامون مثلا یه شعبه از اطلاعات باشه. ما همین مسئله رو سر داستان هسته‌ای هم داریم، توی مثلا فرانسه ملت با این چیزای هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ای مخالفت دارن، خب آدرسش معلومه، تابلوش معلومه، پا میشن میرن در اونجا، 50 نفرم شده شکایت میکنن میان. تو ایران ما اصلا نمیدونیم تاسیسات هسته‌ایمون کجا هست، یعنی همونایی که ما برای دفاع ازش میریم تو خیابون راهپیمایی میکنیم، محلش نمیدونیم کجاست. از طرفی من دیدم این مداحی به زبان انگلیسی و اینها رو، من فکر کنم ایشون اصلا یکی از مداحای سیاس، این که برای سیاه چی کرده باشه، از قرار معلوم خیلی اونجا شاخص بیکاری بالا رفته، رو آوردن به مداحی. و از طرف دیگه مثلا سردار فیروزآبادی قبلا گفته بود در جریان جنگ 33 روزه لبنان، از قول یکی از مقامات اسرائیل گفته بود که اسب سفیدی در حال حرکت بود و تیرهای ما بهش کارگر نبود. دیدن اینجوری گفتن خب ما بریم یکم متوسل شیم به اینجور جاها ببینیم، شاید کارمون بیشتر راه افتاد. کار دیگه آره. ولی شما میگین نمیتونین کجا برین، خیلی هم روشنه، یه خودی چون لجی با این حکومت و ولایت فقیه چه معلوم نیست برین کجا شکایت کنین، پا میشین مستقیم میرین در اوین، اونجا میتونین شکایت کنین راحت. نه وزارت اطلاعات نمیدونیم کجاست، شوباش که معلوم. علی رضا جان هر جایی که بری بالاخره شکایت بکنی سر از اونجا در میاری دیگه. اوین هم اوین بعدش میریم، یعنی بعد از اینکه میریم ببینیم وزارت اطلاعات کجاست میریم اوین. من میگم میونبر بزن دیگه، چرا وقت تلف میکنی؟ این همه وکیل بردن زندان برای چی بردن؟ برای اینکه خوب رفتن دفاع کنن از موکل چیزی؟ جای سراغ داره این همه وکیل زندانی باشه اصلا؟ نه امیدوارم که با پیشرفت سیستم مدعی تو CIA اونا به همین سمت برن.
حالا من اتفاقا دنبال یه چیزی هستم، دارم رد پا تو یه جایی پیدا میکنم که احتمالا گرفتاری ها برات شروع میشه. این پولایی که آقای زنجانی برداشته برده و خورده و هر کاری کرده، 1 میلیون، 1.5 تن طلا این وسط معامله شده. حالا وکیل ایشون یا وکیل شاکی ایشون هر کی که هست، این شکایت هرچی اسم متهم هست با الان حرف اول اسمشون هست، هر ی زد که از دوستان میم هستن و واو میم میم رای که کارمند خودش بود فرستاده قنا. بعد این وسط هم امام خمینی ایشون هم تو پرانته ره نوشتن به هر حال همه اینا هست، یه این ره هم هست، یه همیم هم هست، یه شین هم هست. این این ره و اینا علیرضا رضایی نیست راستش؟ علیرضا نه دقیقا همینجوره. اینا اول بار زمان استیضاح آقای مهاجرانی در مجلس و متوجه شدم که در برخی حوادث ایران دست دارم، چون توی مجلس اون روز استیضاح اسم من هم برده شد، دو بار گفتن این ره. من اگه اشتباه نکنم شما هم دست داشتید توی اون کتاب هایی که اون موقع منتشر شد اینا، چون جیم چه هم یکی از متهمین بود. کتاب باشه ولی اینجا اسم جناب علی توی 1.5 تن تلاس راستش بگو اینو دستی داری یا چند کیلو هم رسیده اینجا چی میکنی تو تفسیر خبر وقت تلف میکنی؟ بقیه طلاها رو گفتن جیگار از جیم چه بگیر، ما اومدیم اینجا. ما که فکر کنم جناب علی هم همینطور از طلا بودن پشیمان گشتیم، گفت مرحمت فرموده ما رو چی میس کنید. صورت این اسامی این شکلی نمیشه گفت اسامی رو، مثلا یه دونه از اسامی این جیم که خب مثلا میشه عزیز جعفری، یه دونه اینا بر هم آدم میتونه حدس بزنه، هم اگه بره تحقیق کنه تهش میرسه به همون حدسی که زده. نمونهش این که شما میخواین یه 6 ماه صبر کنید ببینید این همین اسامی که حد زده از جمله خود من، ببینید آیا دستشون تو کار بوده. تا الان که بوده، تا الان هر اسم مستعاری که گفته شده بعدا مشخص شده که همون رهه مثلا امام راحل تو همه اینا دست داشته فرزن. هستی الفشین هم هست، احمد شاملو هم هست. الان آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور به زور سابق ایران، ایشون علیهش قرار مجرمیت صادر شده و مثلا قبلا اگر یک کسی مثلا تو هم میگفت ره مثلا فلانی به ره گفت این شکلی، کسی باور نمی‌کرد رحیمی باشه، ولی خب الان مشخص شد که بوده. اینه که ما هرچی حدس بزنیم میشه بعدش، تا الان شده. اینم سیستمیستی که برای بعد ما هر کسی رو میزن خونهش توی مهمونی چیزی اسم کامل اسم جد و آبادش همه رو میاره. اون به شرطی که اسمش با کامبیز بهروز با اینها شروع بشه، اگه اسمش صادق جعفر نمیدونم غلام اینا باشه نمیگن اونا. همین رحمه میشه، میشه احمد شاملو اینا میشه ده. الف شین احمد علی مثلا مسعود انصاری میشه الف میم از این حرف. و یه چیز دیگه هستش، صحبت فیروز آبادی کردیم، این فیروز آبادی یه حرفایی زده راجع به اوکراین، حقیقتش من متوجه نشدم چی داره میگه. جناب علی زبون این نظرات رو بهتر از بنده میدونی یه جورایی اگه اشتباه نکنم. در این زمینه من خودم هم مشکل داشتم، ما نفهمیدیم اومد ایشون تشویق کنه و اوکراین رو تهدید کنه انقلابش رو، متوجه نشدیم. به هر صورت یه رمزگشایی کرد از این انقلاب و گفتش که انقلاب اوکراین نشون داد که ملت 200 سال دنبال استقلال هستن. اسلام و استقلال استقلال دنبال استقلال هستن. اوکراین 20 سال هم تاریخ نداره، من نمیدونم چی 180 سال دیگه شو چیکار میکردن، یا از همون موقع دنبال استقلال بودن الان رسیدن. بعد خب حالا الان اگه رسیدن تو مشکلت چیه؟ حالا در ادامهش بعد میاد میگه همین مداهای سیاه و اینا اومدن. خب تو اینا رو میگی علی رضایی عزیز ما، به معاونش که خیلی بهتر از یعنی از این نظر بهتر اطلاعات اینا، این بابا که دیگه حرفی زده خیلی معرکه است. سردار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، چقدر شد؟ اینقدر شد درسته؟ ایشون اومده گفته که آمریکا باید به ایالت هایی که مایلن جدا شوند حق خودمختاری و جدایی بدهد.
مردم ایالت های مختلف آمریکا حق دارن نحوه اداره ایالت خود را تعیین کنن و دولت مرکزی نباید برای انجام این کار مانع تراشی کنه. معاون فیروزآبادی، بله، یعنی آمریکا ایالت های میخوان جدا بشن، این بابا هنوز خبر نداره که نیست که مستقل هستن دیگه ایالت ها. نه، یه مسئله این که من البته از دوستانم خواستم، از عواملم در داخل خواستم تحقیق کنن، این که سمت ایشون رو پشت در اتاقش هم می نویسن یا اینکه همجور کلن می نویسن معاونت. اون اندازه سه تا در اوین فقط جا می گیره که بنویسن سمت این چیه، الان اینجا معاونت چیه، فرهنگی امور برنامه فوق بسیج فلان. مورد دوم، این خیلی قدم خوبی بود که ایشون برداشت، من به شخصه استقبال می کنم، من به نمایندگی از جمع ابراز امیدواری میکنم که ایشون به زودی حق استفاده از زبان مادری در امریکا رو هم به رسمیت بشناسه در ایالت‌های مختلف امریکا، کم کم به سایر حقوق مردم امریکا هم رسیدگی کنه. در یه جاهایی از امریکا هستن که اینها متاسفانه رسیدگی نمیشه در ایالت‌های مختلفش. الان خیلی از اهالی ایالت‌های مختلف امریکا و خیلی از اصلا اهالی مثلا اهل سنت ایالت‌های مختلف امریکا در دستگاه‌های اداری و دولتی به کار گرفته نمیشن. خب جزایری اونجا نگران چی باشه دیگه؟ خب نه، این اگه مستقل بشن لابد حالا بسیار جدا میخوان بشن، حالا یه جنگ داخلی میخواد راه بندازه این بابا اگه اشتباه نکنه. فقط یه مقدار مداح کم داره مثل آهنگران و بقیه، اونم به زبونهای مختلف، باید مکزیکی اسپانیش هم بخونه مداح دیگه. نه داریم، ما داریم، ما برو، یعنی مداح اسپانیش زبان هم داریم، حتما داریم. منطقه خب این که طرف نشون داده باشن یا نه بستگی داره به این که چه تحولی در ایران اتفاق افتاده باشه. عموما هر موقعی در ایران یک اتفاقی میفته، یک چیز هسته‌ای، حالا بد میشه خوب میشه، از هان عمومی میخواد بره سمتش، فوری یه دونه از اینا رو تو یوتیوب واسه ما رو میکنن، ما مشغول اون بشیم. این تا الان که داشتیم، تا الان که بوده، کسایی که مثلا حماسه کربلا رو یارو به انگلیسی توضیح داده، همون مدعی رو که شما صحبتش رو فرمودید، و مجری و یکی دیگر از کسانی که تو استادیوم نمیدونم چیکار میکرد باهاش همراهی کردن. آره درسته، این سینه زنی قمه زنی که در قمه نه، ولی سینه زنی و دست را انداختن در ماه محرم تو نیویورک که شروع شده. اینا هر سال میذارن دیگه با پولای بنیاد علوی و آدم های مختلف و اینا. بفهم، ما امیدواریم تاش اینم به هفتیر کشی برسه. فقط میرسه، هم توی کم کم سرازیر بشن برن اونور آمریکا که برن به طرف غرب. خب شروع شده، وقتی مدا بابا در تهران هفتیر میکشه تو آمریکا نباید بکشه. خب میکشه دیگه، اصلا بره اونور هالیوود. یکی از مشکلاتی که امریکا داره و الان مشخص شد که اوکراین هم داره اینه که کفن پوش و لباس شخصی نداره. تو اوکراین با مثلا یه سری نیروهای خودجوش خودسر، مثلا نیروهای خودی نداره، ندارن اینا. اگر داشتن راه میافتادن میرفتن این ایالات امریکا رو اول بهشون حق خودمختاری میدادن، چون الان وابستن به بیگانگان. آره اصلا میگه جمهوری اسلامی از گروه ها نهضت های آزادی خواه حمایت میکنند، معتقد مردم آمریکا نیز، مردم آمریکا هم حق دارند خط خود را از جنایت دولت مرکزی و مافیای حاکم بر این سرزمین جدا کنند. نهضت های آزادی خواه مثلا فرض کن در آمریکا اکثرا هم لابد میخوان بپیوندن به جمهوری اسلامی ولایت فقیه. یکی از مشکلات خودمون هستیم این هستش که شاید این غربی ها ولی فقیه ندارن، کار از این بهتر نمیشه دیگه. صبح به صبح این دموکراسی کوفتی رو بندازن کنار، یارو از مهد من الوحد الی اللحد بهشون میگه چی کار کنین دیگه. از آداب خلا رفتن گرفته تا خیلی مهمه همین آداب خلا اینها بسیار مهمه. ساختار قدرت نظام حاکم جمهوری اسلامی رو همین تشکیل میده و متاسفانه اگر آزادی بیان در امریکا بود و این کتاب ها چاپ میشد، احکام مثلا غسل ارتماسی الان خیلی ها تو امریکا نمیدونن و مرتکب فجایع میشن گاهن، غسل ترتیبی فرقش با غسل جنابت رو نمیدونن. متاسفانه آزادی بیان تو امریکا رسید، ولی یه فقیه هم اگر نداشته باشن، یه 50 تا خودجوش داشته باشن حل میشه داستان. نه به امید
پروردگار خواهند داشت. البته لابی جمهوری اسلامی بیکار نیست، همینا رو دارن ترجمه میکنن به کنگرسمنا، به همه در واشنگتن میدن. لابی جمهوری اسلامی هم که میدونی پول بسیار، آقای اومن مجد و بقیه و تریتا پارسی و غیر پارسی و همه اینا دارن مشغول همین کاران دیگه رساله. اما یکی از فتواهایی هم که دادن این هست، همین هم آقای قرائتی گفته دیگه اصلا به جایی رسیدیم ما حق کافر شدن دیگه ایشکی نداریم ابدا، کافر بی کافر، کال باز خوردن این حرفا دیگه ایشون فرموندن دیگه نمیشه خورد. من این کالباس رو ندم ایشو چجوری از کالباس رسید به کفر. بعد اونجا من متاسفانه شخصا حضور نداشتم، ندیدم موقعی که گفت ما حق کافر شدن نداریم اشاره کرد به دور و برش یا به طور کلی همینجوری گفت ما. خب خیلی جاها چیز ندارن، گفته ما به خاطر اینکه اهل بیت داریم حق کالباس خوردن نداریم، حق کافر شدن هم نداریم. خب نمیدونم ما چون اهل بیت فقط ما داریم، این کسایی که اهل بیت ندارند چیکار باید بکنن؟ کسایی که بعد برن اول یه اهل بیت برای خودشون داشته باشن بعد دیگه حق نداشته باشن کافر بشن، یا مثلا من نمیدونم روش های ترک کالباس چجوریه، از کالباس چجوری میشه به کفر رسید، کالباس چجوری خدا رو رد میکنه. من پیشنهاد میکنم همین مداهای CIA یه مقداری روی تولید اهل بیت کار کنن اونجا، هم مداهای انگلیسی زبان و زبونهای دیگه. من فکر کنم تنها زبونی که مدا هنوز براش اختراع نشده و اینا تولید نشده که حالا از چین ممکنه بیاد دیگه، مدا دست دوم اینا داشت هست، ولی اصل و فابریک و اینا مدایست به زبون زرگری. حتما داره زرگری که اینا اصلا به زرگری صحبت میکنن، ما فارسی میشنویم، ما عادت کردیم حرفای عجیب غریب رو ترجمه میکنیم برای خودمون. من ممنون حرفای آقای چیزم ترجمه که آقای فیروزآبادی اوکراین معاونش که دیگه اصلا از اون معرکه تر. این وسط صحبت اسم همین معاونه بود، گفتین که میزنن دم در چقدر هست این اسمشو فلان اینا، یک همایشی ستارگان جاوید مال خانواده های شهدا، خانواده های امام جمعه های که شهید شدن، حالا اینم تابلوش من یه دقتی کردم دیدم که خیلی طولانی میشه اگه چجوری هستش همایش ستارگان جاوید خانواده های شهدای امام جمعه های اون. یه همایشی گذاشتن بزرگداشت خانواده های شهیدان امامان جمعه سراسر کشور، اسمش این بود، اسم اون همایشه. خب از همه جاش میشد، یعنی همه جاش رو میشد بزرگداشت. اصل این همایش و تشکیلات این بود بزرگ داشتش. بعد خانواده های امامان جماعت ما نفهمیدیم بعد خانواده شون شهید باشن، شهید شده باشن یا خودشون انشالله باید شهید شده باشن. از امامان جماعت ما غیر از اوائل انقلاب شیراز و اون طرف ها کسی رو نداریم شهید شده باشه. یک نماز جمعه در تهران بود از قضا که اگر امام جمعه شهید شده بود ما الان ولی فقیه نداشتیم، که متاسفانه درست اتفاق نیفتاد اون انفجار. اینا حالا میگن که از انفجار حمایت کردی، اون موقع رو دارم میگم درست اتفاق نیفتاد. بعدش ما تا بوده این بوده که امام جمعه ها فرستادن واسه شهادت، یعنی غیر از مثلا بانک ها تو ایران بیشترین تعداد حواله مال امام جمعه هاست، مال اصلا ستادای امام جمعه بیشترین حواله رو ما داریم توی نظام. اونا اومد حواله کردن فرستادن. من نمیدونم کیاشون شهید شدن که الان ما از خانواده هاشون همایشی هم گذاشتن با حضور مهدوی کنی و ایشون در سال 92 موفق شد به هر حال یه کاری انجام بده، به یه دردی بخوره و بره یه جای شرکت کنه و جمعاً نزدیک به 12,000 سال طول عمر شرکت کنندگان این همایش بود. اگر میذاشتن همایش تجلیل از بازماندگان و آبا و اجداد امامان جمعه، خیلی با توجه تصاویری که منتشر شد هم خیلی بامسماتر بود، هم حضور آقای مهدوی کنی توجیهی داشت. از اون ور اتفاقا یکی از متخصصین هره جینچه اینره اینا هم اونجا شرکت داشت، این آقای حسینی که قبلا برنامه اخلاق در خانواده رو چی میکرد، ایشون هم مثل اینکه شرکت داشت.
روی عکس ما دیدیم و یکی سنای خیلی زیاد داشت، زیادی داشتن، یکی شکمای خیلی زیادی. اینا نمیدونم از بعد اینا الان عضو بنیاد جانبازان جزء چی ان؟ جزء بنیاد شهید اینا جزء کجا الان؟ یعنی با حفظ سمت طرف هم امام جمعه است، هم خانواده شهیده، هم خودش شهیده، هم نمیشه بعد من نمیدونم سمت سازمانی آقای مهدوی کنی چیه که اینجا رئیس چی دیگه؟ رئیس مجمع تشخیص چی کاره است؟ یه کار اینطوری داره دیگه نیست؟ حاله چیزه مجمع تشخیص خبرگان رهبریه آقای مهدوی کنی. خبرگان رهبری هم خب کاری نداره، اینا میرن تجلیل میکنن از خانواده های امامان جان، شهدای خانواده هاشون حساب میشن یا نه؟ حالا یه چیزی علی رضا جان، یه مفهومایی هم اختراع شده، یه جور شهید هم اختراع شده در جمهوری اسلامی، با احترامی که برای همه اونایی که کشته شدن در جنگ و در راه دفاع از ایران، در راه دفاع از مردم ایران هرچی. و اما یه مفهومی یعنی شهید زنده، از جمله به خود هم آقای خامنه ای هم میگفتن. بله شهید زنده دیگه چه جور شهیدی است؟ والا در هم شهید آدم یا زنده است دیگه، شهید نیمه کاره که ما نداریم که. والا از موقعات جناب چالنگی بنده و جناب عالی هم هر دوش الان شهید زنده حساب میشه. نه همین درست استفانه تو لیست بنیاد شهید نه به یه شرطی، به یه شرطی هر دو شهید زنده حساب میشیم که ما هم شریک بدونی تو اون طلایی که گرفتی اینجا هست اسمتون دیگه. این رو بفهم میگن حق گرفتنی دادنی نیست، اونو ما خود آقای روحانی هم هر روز میگه خب برگردین، ما باید برگردیم بریم بگیم این ره که گفتی منم الان حقم هم بده. یعنی ما میفرمایم این کشته شده آره همه رو به قول این بابای کی بود، یه کسی بود میگفتش که ولش کن بریم لبک بگیم اینو. بفرم خودشونی ول یاد کسی نیست. ما مشکلی که داریم همینه که ما رو هنوی یادشونه، مشکلی که داریم اینه ولی جزو شهده شهید زنده. بله آقای خامنه ای که کارهایی که خیلی خوب انجام میده خودش به عنوان یه شهید زنده، تولید شهید زنده است، این کار خیلی خوب انجام میده. یعنی یه عده رو به یه درجه رفیعی از شهادت میرسونه که طرف و ملت میبینن ولی خب رسما شهید محسوب میشه. ما علاوه بر تولید شهید زنده، همین شهید محسوب شدن، فرض کنید مثلا در پشت صحنه فیلم آقای دهنمکی یه عده منفجر شدن که همشون شهید محسوب شدن، اینا بستگی داره در چه راهی. ما چون راهی که میریم کجه شهید محسوب نمیشیم، شهید زنده هستیم ولی محسوب نمیشیم. اینا موجود زنده بودن ولی شهید محسوب میشن. و اون وقت یه شهید هم ما داشتیم اما اول انقلاب، خلخالی چند نفری رو حالا بغیر هم نباید اعدام میکرد دیگه، ولی اعدام کرد و گفتن آقا اینا با همین معیارهای شما هیچ کاره بودن، تشابه اسمی بود، همین ر میم دال ز، از همین کاره اینطوری بود. بعد خود صادق خلخالی راحت یادت نیست سنت قد نمیده، در اومد گفتش که نه خب پاره بعد درسته معذرت میخوایم و اینا ما شهید محسوبشون میکنیم. یعنی خلخالی اومد به نمایندگی از پروردگار و اون ور مرگ و مردن و رفتن و اعدام اینا هم صحبت کرد، یعنی مجوز بهش داد گفت اینا شهید هستن و شهید هست. خب این ور ببین فقط خود ما نیستیم، به حمدالله این گسترش پیدا کرده، این فتوا و از کنم پیامد های انقلاب اومد، همون ابوظبی بغل دبی و اینا فتوا دادن که رفتن به مریخ حرامه، یعنی جایز نیست. تو داشتی آماده میشدیم بریم کم کم مریخ دیگه، اینجا فایده نداشت دیگه، که اونم ابوظبی گفتن حرامه، علمای اعلام، علمای اسلام هر چه که هستن. کمیته فقهی دولت ابوظبی که اتفاقا شغل اونا رو مگه پشت در بنویسن خیلی بامزه میشه. کمیته فقهی دولت اولا یک لطف بزرگی کردن به دنیا، ثابت کردن که فقط تو ایران از این کمیته های عجیب غریب نیست. دو اینکه من اطلاعات زیادی متاسفانه از ابوظبی ندارم، نمیدونم ملت چند تا بلیت مریخ دستشون بود که اینها انقدر به نگرانی افتادن و سفر به مریخ رو در ابوظبی حرام اعلام کردن. البته یه مسئله ما داریم، عموما که دوز جلوتر از پلیس میدوه
عموما دوز یه روش هایی رو ابداع میکنه که پلیس بعد بره اونا رو کشف کنه. فقها ها تنها گونه ای از جانداران هستن که جلوتر از سایرین میدونن، یعنی اینها از گاهن میشینن راجب یه چیزهایی نگران میشن که ممکنه بعدن ما به اون چیزها علاقه مند بشیم. یعنی مثلا همخوابی یا همبستر شدن و به قول علما جماع با جن مثلا فرض. بله، پیشکی اینها نگرانش میشن و احکامش رو پیشبینی میکنن. یه چیزی در توضیح این فتوا اومده بود، گفتن من اینو مطمئنم که با همکاری جمهوری اسلامی این کار رو کردن، چون گفتن سفر بدون بازگشت از مریخ، یعنی اینها حتی فکر کردن علاوه بر این که یک عده ممکنه برن مریخ، یه عده ممکنه وقتی رفتن از مریخ برم نگردن. شما حالا مجسم کن فیروز آبادی در مریخ، مریخی های مادر مرده چه خاکی به سرشون بریزن. دو تا آزمایش فضایی از ایران دیدن، اینها دیدن که مثلا یه میمون بدبختی رو فرستادن مریخ، یه میمون دیگه برگشت. به نتیجه رسیدن که ممکنه موجودات زنده ای ممکنه پیدا بشن که حاضر باشن برن مریخ دیگه بر نگردن، اونی که بدبختی جوش و زیگیل و خال و همه چی داشته باشه. و این فتوا رو دادن که حالا من نمیدونم اون شرکتایی که بلیت مریخ رو تو ابوظبی فروختن الان پس هم میگیرن بلیت جاهای دیگه مثل مثلا بازدید از محل استقرار مداحان سیاه، مثلا با اون بچه بلیت های عوض میکنن. ولی آقای رضایی عزیز، چون گفتی جناب آقای چلنگی، ما اینجا بگیم جناب آقای علی رضا رضایی. ما یه روحانی داشتیم تو بی آزاد در شهر ما اشرفزاده مسجد سلیمان اصفهانی بود، نازنین دفتر دار بود کنیم. اون زمانی که میرفت رفتن ماه و اینا، یکی از بچه ها پرسید ازش از سر شیطنت که اگه یه مسلمون رفت کره ما رو به کجا باید نماز بکنه. خیلی جواب منطقی داد، گفتش که والا اگه یه مسلمون تونست بره ما و پاش رسید به اونجا، حالا امیدواریم بشه، اگه رسید به اونجا من یکی فتوا میدم اصلا نماز لازم نیست بخونه. روانه شد. سپاسگزار هستم علی رضا رضایی عزیز ما، تا هفته آینده که با من و شما خواهند. ممنون از شما و بینندگانتون و وقتی که بنده اختیار. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.